در آخرین واکنش ها امروز پنجشنبه بیش از 100 سینماگر ایران در نامه‌ای قانون عفاف و حجاب رو به مثابه اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران توصیف کردند. در این نامه که جعفر پناهی سینماگر سرشناس ایرانی اون رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، اومده مجازات هایی برای تن ندادن به حجاب اجباری زیر عنوان قانون که پشتوانی مردمی نداره و حتی شامل کودکان نیز می شود، توهین آشکار به یکایک مردم ایران، نقض حقوق زنان و مغایر حقوق بشره. این سینماگران در ادامه این نامه گفتن که چگونه مجلس در میان این همه فساد و ناکارآمدی و انواع مشکلات اقتصادی مردم، آسیب‌های زیست محیطی و جنگ‌های منطقه‌ای و در یکی از بحرانی‌ترین شرایط کشور قانونی ضد ایرانی وضع می‌کنه که اجرای اون می‌تونه بحران‌های بی‌شمار دیگری خلق کنه. سینماگران در ادامه این بیانیه گفتن که قانون حجاب و عفاف تحقیر ایرانیان و مغایر با حقوق انسانی و در ضدیت با میهن دوستی است. فعالان و نهادهای حقوق کودکان هم در واکنش به این قانون در بیانیه گفتند که این قانون در تقابل با حقوق بنیادین کودکان طبق قوانین بین‌المللی است. در این بیانیه اومده که در حالی که مسائلی مانند خشونت علیه کودکان، کودک‌آزاری، مشکلات آموزشی و پزشکی برای کودکان همچنان وجود دارد، جرم‌انگاری پوشش کودکان خشونت ساختاری علیه اونها رو تقویت می‌کنه. این قانون حتی صدای خودی‌های حکومت رو هم درآورده. فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، قانون عفاف و حجاب رو طالبانی توصیف کرده و گفته که نه قانونی است و نه شرعی. در مقابل تندروها در داخل حکومت بر ابلاغ و اجرای این قانون همچنان اصرار دارند. علی یزدی‌خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که این قانون موقت و 3 ساله است. او گفته که رعایت این قانون برای همه در ایران الزامیه. مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان هم میگه بخشی از این قانون قابلیت اجرا شدن رو نداره و بخشی از اون هم خوبه و میتونه اجرا بشه. مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتش در چند روز گذشته هم در چند مورد اعلام کردن که خواهان اصلاحات در این قانون از راه گفتگو و یا تأخیر در ابلاغ اون هستن. به همین دلیل هم دولت مسعود پزشکیان در این مدت بارها هدف حمله اصولگراها قرار گرفته. مهریه طالبی دارستانی که پیشتر از تأسیس کلینیک ترک بی‌حجابی خبر داده بود، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مسعود پزشکیان رو لات، طلبکار، دروغگو، بی‌خاصیت، ندانمکار، نادان، ناتوان، ترسو، کم عقل، سوس و بی‌اراده خونده بود. در همین رابطه ستاد امر به معروف و نهی از منکر معذرت خواهی کرده و بدون اشاره به نام مهریه طالبی دارستانی گفته که یکی از کارمندانش رو به دلیل توهین به مسعود پزشکیان اخراج کرده.